اینستاگرام چطور این رفقا؟ خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید بدون ادیت. ارشیو هستم و امروز اومدیم با معرفی و بررسی اولین کمپانی کشتی کج در ایران. اگه میخوای بدونی داستان چی به چه تا آخر ویدیو حتما همراه من باش. ارشیو هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. اینا بهتون بگم که بچه عذر میخوام اگه این ویدیو ادیت خاصی نداره، به خاطر اینکه میگم دم امتحاناته و من واقعا نباید الان ویدیو بگیرم، اصلا نباید ویدیو بگیرم و بشم درس بخونم، دیر وقتم هست. ولی من این بررسی کمپانی ایرانی رو گرفتم ولی پاک شد و امروز اومدیم دوباره این ویدیو ضبط کنیم. یه نکته اول بهتون بگم، لطفاً نگین چرا داری حرف میزنی وسط ویدیو، ما میخواییم ببینیم و فلان. اینا لینکش زیر این دیسکریپشن هست، حتماً برید ساب کنی و حمایت کنی، به حال یه کار دلیه و اینجا کار من اینه که حرف بزنم و تماماً توی این ویدیو قراره حرف بزنم، پس انتظار نداشته باشیم که من حرف نزنم. اگه میخوایی نسخه اصلیشو ببینید در قسمت کامنت ها میذارم و در دیسکریپشن قسمت توضیحات هم میذارمش. کمپانی IPW ایران پرو رسلینگ که خب من قبلا میشناختم با نام دیگری به نام IGW اگه اشتباه نکنم، فکر کنم IGW بود و الان شده IPW. مشکلی چیه؟ و خب توی رشتن جالبه و حالا امیدوارم یکی از بچه ها بره اونجا، حالا به اون قول داره که گزارشی بگیره دمشون بیار و حالا ایران پرو رسلینگ ما چنه ایران پرو رسلینگ محمد رضای عزیز گل میخواد بره کمپانی ایران پرو رسلینگ، آره، که توی رشتم و خیلی خیلی قدیمیه این کمپانی، چیز که خودشون میگن 89 اینا بود که شروع کردن و یه سری ویدیو هم ازشون اومد، من 95 96 اینا دیدم و صحبتی هم داشتم من با اون سال با مهیار بشر دوست و اینا، ولی خب الان دیگه نیستن و حرفی که من زدم با حالا یک از بچهای گروهشون جدا شدن و اعضاشون یه خورده جدیدتره و من حق میدم، چون توی داستان عصر جدید تو خب به حال تلویزیون ملی یه سری کار نمیتونی بکنی و پول خیلی مهمه، به حال تو یه جایی میتونی عشقی کار کنی و الان تو جایی که میدونم دارم بدلکاری میکنم و خب موفقم تو کارشون و دقیقا همین اتفاق هم افتاده بود توی گروه، یه گروه حالا اسمه برم، طرف کارشون هیپ هاپ بود، یه سال رفتن توی عصر جدید دیدن کارشون به عنوان هیپ هاپ دنس نگرفت، سال بعد رفتن اصلا یه جای دیگه، اصلا یه چیز دیگه بود و طرف اصلا کار خودش رو عوض کرد، اسمش رو یه چیز دیگه گذاشت. خب دقیقا مثل کشتی کج دیگه، یه سال دیدن نشد زدن به جاش تو کار بدلکاری و استفاده دارن میکنن. اون گروه هم که من میگم همین بود که دید خب هیپ هاپ نمیشه، ما باید یه کار دیگه بکنیم، شبیه سازی بکنیم. حالا و من پیداشون کردم به طرز عجیبی، من میخواستم چند ماه پیش 6-7 ماه پیش یا یک سال پیش میخواستم ازش ویدیو بسازم، ویدیویی پیدا نکردم تا اینکه دیدم به دوباره شروع کردن و اولین پروژوشون هم که حالا آپلود شده. خب بریم اولین مسابقهشون ببینیم، فقط بخاطر اینکه خب اینم بهتون بگم 1:33 است و نمیتونم 1:30 ریاکت کنم و میگم حالا بخوایم ریاکت هم کنیم، حرف بزنیم، تحلیل کنیم، معرفی کنیم، 2 ساعته، یعنی این به نظر من جای یک لایو داره، ولی خب از اونجایی که گفتم وقتی 1000 تایی شدیم به بعد ما لایو ها رو شروع میکنیم. حالا اول بگم که میگم اینا رو من دیدم دیگه، ریاکشن نیستش، دفعه اول ریاکشن بود. از چیزی که خیلی خوشم اومد اینه که برند سازی کردن، یعنی ما لوگو رو میبینیم روی بدنه رینگ، گوشه ها اینجا حتی و
خیلی جالبه. و اینم بهتون بگم بچه، من طبق حرف هایی که زدم حالا با یکی از بچه های اونجا، کار کاملا دلیه، یعنی هیچ درآمدی ندارن. بچه از خیلی چیزا زدن واسه همین تجهیزات کوچیک، واسه همین اتفاقی که قرار بیفته و تونی میفته کاملا دلیه. یکی از چیزایی که من خیلی خوش آمد گزارششون خیلی باحاله، گزارششون خیلی دوست داره، گزارش پخته، صدای خوب با کلاه خاص خودش و اسلحه‌اش میره که وارد رینگ بشه. قطعش صدای خوب و پخته ای داره. و بچه گزارش خیلی مهمه، یعنی من الان یه شبکه دیدم بسیار معروفه توی شبکه که گزارشگری میکنه و انقدر صداشو میبره بالا، یعنی من سردرد میگیرم. استاندارد باید رعایت بشه. هنر گزارشگری اینه که تو جایی که باید باید هیجان ببره بالا، نه الکی داد بزنی و اصلا یه وضعیتی. این شخصیتی که میبینیم مقال میتی تومان هست، یه شخصیت ترسه، مثلا یه شخصیت ترسه که خیلی به نظر من شخصیت ترس نیست. اینجا ما کاملا عادلانه میخوایم حرف بزنیم، نه علیکی میخوایم مشابه باز کنیم برای کسی، نه علیکی میخوایم هیت کنیم. من یکم جلو بیدم چون ویدیو قبلی دیدم، حالا مثلا یه چیزهای آدم میبینه واقعا خفن و بهتون نشون میدم. میگه اول اون شخص ترسناکه، خب داورم باید تو بگرده دیگه و ببینه که قلقلکش میاد طرف. میتی تو مقاومت زیادی از خودش نشون میده. پنجه بوکس بود تو جیبش، یه پنجه بوکس دید خودش خود لحجه گیردانی داخل رینگ. اما اگه این دو شخصیت رو بشنسید میدونید که برای متوقف کردن این دیمن یه چیزی بیشتر از یه پنجه بوکس. به نظر من خیلی جا داره که شخصیت پردازی بالا بره. حالا به عنوان شخصیت ترسون، به شخصیت ترسون کسی که هیکل خوب، قد خوب، حالا خیلی از شخصیت های ترس قد خوب نداشتم ولی موی بلند مثلا، لباس خفن، ماسک خفن، این اصلا ترسناک نیست و دارن تظاهر میکنن که خیلی ترسناک ولی اصلا ترسناک نیست. و اون هیچ ابایی از قرار گرفتن تو این با هیچ یه شخصیت من قبلا دیده بودم، اون گروه قبلیشون بود، یه آدم روانی که مثلا کچل بود، زیر چشش گود افتاده بود، از اون لباسایی که روانی رو میپوشیدن داشت، اون واقعا استیل خاص خودش، دستشو باز میکنه که داور اون رو بگرده. میتی توما میگه بگی نه، این میتی توما واقعا پتانسیل شخصیت فان و هیل داره. واقعا منم جای داور بودم شاید میترسیدم. خفن میگم، بازم میگم نمیخواد باش در بیاد، کاملا دلیه، همه چی کاملا دلیه. و خب رینگ هم داریم میبینید استاندارد نیست، خب رینگ بوکسه و رینگ رسلینگ خیلی فرق میکنه از استاندارد و کارشون رو سخت میکنه که بخوان کار انجام بدن و واقعا کارشون سخته و واقعا به نیاز به حمایت شما دارن بچه‌ها. حتما به این کانالشون ساب کنید. تنها به نظر من نقطه پیشرفتشون اینه که یوتیوبشون رو بیاریم بالا و اتفاقات خوبی براشون بیفته، چون این جور کارا بودجه خوب میخواد و بدون بودجه عملا نمیتونی کاری بکنی، اونم تو ایران. اینجاشو خیلی دوست دارم، اینجاشو خیلی دوست دارم. این شخصیت ترسناکه میتی تومان هول میده، بعد میره یه حرکتی بزنه، یاده اسم حرکتم شانس الان یادم رفت. بعد میتی تومان سریع تناب رو میگیره که این اتفاق نیفته. ببینید زایه میشه، بعد ببینید چه خنده هیلی رو میزنه و میگم بختم این شخصیت واقعا میتونه هیل خفنی بشه، واقعا پتانسیلش رو داره. حالا
این دوتا نفر حالا رسلینگی یه کوچولو به نظر من میتونه خیلی پیشرفت کنه، ولی شخصیت اینو من واقعا خوشم آمد از شخصیتش، خیلی باحال. به به سریتا بخلاص، خیلی باحاله به نظر این که فانش کردین، خیلی باحاله به نظر میتونه هیل خفنی هم بشه در کنار اینکه فان بشه. یه پرومو ببینی از یه مسابقه دیگه که مسابقه شو واقعا دوست دارم، این مسابقه از دوزر رسلینگ خیلی خفنه. یه پرومو میبینیم از پهلوان فکر کنم مقابل آرش، و پهلوان اینجا میبینیم که تماشاگر هست، قبلا هم تماشاگر داشتن، الان خب حالا دارن کاراشو میکنن. این پهلوان فکر میکنم مربیشونه اگه اشتباه نکنم، سرپرستشونه و کارش هم خیلی خوبه. و ورودیشون خیلی منو یاد ورودی های کمپانی ایندی آمریکا میندازه، چون دقیقاً اینجوریه، دقیقاً کمپانی ایندی ورودیشون اینجوریه، هیچ LED ندارن، یه نور تازه، اینا خلاقیت به خرج دادن، مثلا داره بخار داره میزنه. و شخصیت پهلوان خیلی جالبه، من همیشه فانتزی میمون که خب یه کمپانی ایرانی اگه باشه مثلا بیاد یه شخصیت پهلوانی ایرانی رو داشته باشه. این از پهلوان رضا، این هم از آرش رو تو کنم اگه شما کنم، و این آرشه اگه شما کنم قهرمان قهرمان یه رشته رزمی هست. این چیزی که من دوست دارم ببینم، نه سجاد عذر میخوام، دوست عزیزمون که من اشتباهی بابای آرش هست. ببینید چقدر سل های این پهلوان قشنگه، این سل ها ببینید، یعنی استعداده هست قشنگ، ببینید چه سل خوش بدید. بچه فقط اینو به حمایت نیاز دارم، فقط به حمایت، حتما به این ساب کنید کانالشونو و به فقط نیاز به حمایت دارم توی یوتیوب. و اینم بهتون بگم که خب تو مثلا آمریکا کشتیگیرا مربی دارن به جای اصولی، ولی اینا واقعا دلی خودشون تا جایی که میدونم اومدن بالا و خیلی اتفاق قشنگیه واقعا. چقدر با یه ایده ای دارم، حالا امکان داره ویدیو رو فکر میکنم ببینن خودشون. اول اینکه به نظر من صدای تماشاگر اضافه کنید، ساوند افکتش به نظر من جالب میتونه باشه، یا بهتر اینکه کسایی که پشتنه بیارین دور رینگ باشن دست بزنن، فکر کنم اتفاق باحالیه، نمیدونم، چون تماشاگر خیلی مهمه، اصلا نباشه تو دبلیو هم همین بود دوران کرونا، اصلا جوری بود تماشاگر باشه اون حس و حالش اصلا یه چیز خیلی قشنگی. یه هریکن رانا، حالا هریکن رانا حساب میشه، حالا اون کل سر قیچیه، ولی خیلی خوش آمدی زیر رینگو زدن مثلا ایران پرو رسلینگ، و خیلی شبیه لوگوی منه، بد نیست کلی میگم، باحاله جالبه، لوگو شبیه لوگوی منه. دقیقا جرمن سوپلیکس روی لوگوی منه، مستمان هم یه حالت سپره. خب با پاش
جوش اما سجاد داره فکر میکنه که چیکار بکنه، ولی پهلوان دنبال راهیه که بتونه از این مخمصه در بیاد. یک زانوی قشنگ. من که دوست ندارم اون هرکه. یک سوپر کیک دیگه. سجاد داره بازی رو کنترل میکنه. ضربات پا، ضربات زانو. یه نکته بگم، یک چیزایی که خیلی مهمه به نظر من، اگه زاویه فیلم برداریتون همینه، داور به اون سمت باشه که پشت نکنه به دوربین. اگه دقت کرده باشید WWE هم همینه، داور همیشه اون برن، یعنی اون سمت رینگن که پشتشون به سمت دوربین نباشه. اگه پیش بیاد خیلی کم پیش میاد، ولی اکثرا اون برن، چون داور ماسکه میکنه یه سری حرکات کشیگیرا رو، بخاطر همین جا خالی. پارا درایور، این حرکت خیلی ریسکیه بچه، انقدر خطرناکیه. حالا بچه من نمیدونم کی ویدیو رو بذارم، شاید اون ویدیو رو بذارم، یه سری تاپ 10 خطرناک ترین حرکات رو گذاشتم، شاید اینو اول بذارم، نمیدونم چون ادیت نداره. اگه نذاشتم که بالا ویدیو بعدی تاپ 10 هم داریم، اینقدر که درخواست کردین، جزو خطرناک ترین حرکات های رسلینگی بود، چون آسیب بد دادم میبینه اگه درست اجراش نکن. نیکس لیول و پرپرویو بعدیشون هم اعلام شد توی اینستاگرام. حالا سویچی میوزیک میگه، ولی سوپر کیک، من اولین بار اینو دیدم برگام ریخت تو اون ریاکشن، یعنی پریدم. خیلی ساد آوت خوبی که داشت. ببینید چه سوپر کیک، اصلا سل آوت زیبای این پهلوان رضا رو ببینید چقدر زیبا، واقعا زیبا. ببینید این واقعا نیاز به حمایت. پاور اسلام، پاور اسلام، راضی. آقا دمتون گرم، ادامه مسابقه رو برین توی چنل اصلیشون ببینید، لینکش توی دیسکریپشن هست. به صورت کلی بگم، واقعا میگم اولا اینکه نباید خیلی انتظارات بالا داشته باشیم، نباید بریم اینو با WWE مقایسه کنیم، مثلا اشتباهه. چه درآمد میلیون دلاری که اونا ماهانه دارن و اینایی که این دوستان عزیزی که خیلی دلی دارن این کار انجام میدن و نیاز به حمایت های شما دارن که آروم آروم کارشون رو ارتقا بدن. و طبق صحبتی هم که من باشون داشتم، الان خیلی همچیز ارتقا یافته. و خب این ویدیو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یادم گفتم که واسه یکی دو سال پیشه، ولی در کل حتما حمایتشون کنید. اتفاقات امیدوارم که اتفاقات امیدوارم که اتفاقات بسیار بسیار خفنی براشون بیفته. به هر حال رسلینگ تو ایران چیزی که هممون دوست داریم، اتفاق خوبی، اتفاق بسیار بزرگی و به نظر من باید حمایتش. یعنی من وظیفه خودم دونستم که حتما راجبش اطلاع رسانی کنم، چه توی اینستا، چه توی قسمت پستی که من گذاشتم و چه توی این ویدیو. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو برای من بودین. لایک، ساب، کامنت فراموش نشید، کامنت کنید حتما. آقا من نمیتونم، یه سری کامنت نمی کنم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. بدرود رسلینگ فن.